ما یه نیروهایی داریم، یه به صورت بالقوه یه توانایی هایی داریم و این توانایی خودش رو تبدیل میکنه و تبدیل میشیم به چیز دیگه، تغییر میکنیم و این تغییر نشون میده که ما کامل نیستیم، همیشه در حال تغییر هست، در حال شدن هستیم از یک فرمی به فرم دیگر. و چون این تغییر، این جهان مادی که تغییر میکنه و محدوده و ترکیبی هست، از اجزای مختلف ترکیب شده و به قول ارسطو چون از اجزای مختلف ترکیب شده بنابراین یک سازنده ای خواهد داشت، این اون سازنده ای که خواهد داشت اون باید چی باشه؟ ورای این تغییرات باشه، یعنی تمام توانایی های بالقوه‌اش به فعلیت رسیده باشه. این بحثا اونجا بود که وقتی رسید به افلاطون و افلاطون بحث رو به اینجا کشوند که اون چیزهایی که تغییر نمی کنن پس سرچشمه چیزهایی هستن که تغییر می کنن. یعنی مثلا درخت اگر تغییر می کنه باید از یه چیزی درست شده باشه دیگه، از یه جایی اومده، میره به تا بی‌نهایت که نمیتونه بره که. البته این بحث بیشتر به افلاطون برمیگرده، به ارسطو برمیگرده، ببخشید، تا بی‌نهایت نمیتونه بره و بنابر این میرسه به یه جایی که اون خودش نامحدود کامل هست و اون جهان جهانیه که بعدها به نام مثلا در مسیحیت ما جهان مثلا اون دنیا میشناسیم، در اسلام و مسیحیت و اینها در بهشت و جهنم و اینها. ولی چون چیزی که خودش تغییر میکنه نمیتونه من تولید کننده خودش بوده باشه، حتما باید یه عامل خارجی باشه که اون تولید بکنه، بنابراین کل این مجموعه هستی رو افلاطون یه کپیشو گرفته اونور، هیچ دلیل قانع کننده هم نداره که بگیم دلیلی داره که قانع میکنه، ولی از نظر افلاطون میگه جهان واقعی اون جهانه در واقع. و اون داستان مشهور غار هم که داره، البته من نمیخوام وارد اون داستان بشم چون اون یه بحثای دیگر رو پشتش میاره و ما رو اینجا دیگه گیج میکنه، از مسیر منحرف میکنه، ولی این جهان رو میگه زایده اون جهانه، کپی اون جهانه. بنابراین وقتی از اینجا از بین رفتیم دوباره برمیگردیم به همون اصل اونجا. اوکی، متوجه شدم. دفعه قبل شما در مورد چی میگم، ما تو کتاب درسی ایران خواندیم به نام دو تا برهان آورده بودن تو کتاب درسی برای اثبات وجود خدا، یکی برهان نزد بود، یکی برهان علیت که شما هفته قبل اشاره کردین، گفتین که ارسطو فکر کنم گفتین که گفته هر چیزی صندلی باید سازنده داشته باشه، پس جهان یک سازنده داره و گفتیم به نوعی بو نقطه بیگ بنگ رسیده. خب این نظریه که برای اثبات وجود خدا زیاد به کار برده میشه چجوری میشه رد کرد؟ یا نظر شما چی در این مورد؟ آیا این برهان علیت اثباتی بر وجود خدا هست یا نیست؟ ارسطو میاد میگه که هر چیزی که وجود داره یا شکل، دو چیز اصلی باید داشته باشه، یعنی یه شکلی داره و یک ماده ای داره، بدون این دوتا ما نمیتونیم بگیم یه چیز زنده است، یه چیزی هست، چون چیزی نیست. خب و ارسطو میگه که مقدار ماده در جهان ثابته، ببینید به کجا رسیده اون موقع، این مقدار ماده ثابته، فقط شکلش تغییر میکنه. خب و هر چیزی که باید که وجود داره چهار علت باید داشته باشه، یعنی چهار تا توضیح داره که چرا یک چیزی وجود داره. یکیش علت ظاهری هست که همون شکلشه، مثلا صندلی یه شکلی داره، میز یه شکلی داره، هر چیزی یه شکلی داره. علت دوم علت مادیه، یعنی ماده داره، یعنی این صندلی از چوب تشکیل شده، پس چوب ماده است برای این صندلی که ما ساختیم و گفتیم که ما ساختیم دیگه، یعنی علت بعدیش فاعله، فاعلیه، یک چیزی فاعل داره، سازنده داره که میشه نجار، درسته؟ بله.
و این نجاری که اومده این چوب رو برداشته به این شکل خاص در آورده، خب مرض نداره که، به هر حال این یه هدفی داشته دیگه، این اومده درست کنه که مثلا روش بشین، بله. بنابراین یک هدفی داره. اینو در اصطلاح فلسفه، من شرمنده ام فارسیش واقعا نمیدونم چی میشه، میگن تلیولوژیکال، یعنی به دنبال یک هدف میگرده، یعنی کل این فلسفه وجود هر چیزی به خاطر یک هدفی اینجا هست. خب بعد اینو ارسطو میگه که وقتی این هدف اینو ما اگر پیگیری کنیم بریم عقب، مثلا فرض کنیم بگیم که آقا این صندلی رو کی ساخته؟ مثلا حسن. حسن رو کی ساخته؟ باباش. باباش رو کی ساخته؟ باباش. باباش رو کی ساخته؟ مثلا باباش. همینجوری مثلا اگه بریم تا بی‌نهایت میرسیم، بعد دیگه از بی‌نهایت نمیتونیم برگردیم اینجا. بنابراین یه جایی باید متوقف بشیم و اونجا جاییه که به قول این قدیمی ها میگن علت الالله، اونو گذاشته خدا، یعنی تو رسیده به یک نقطه و اون نقطه رو میگه که حتی اون مشخصات اون نقطه رو وقتی بیان میکنه خیلی جالبه، میگه اون نقطه یه چیزی است که ساده است، یعنی از چیزهای مختلف تشکیل نشده، چون اگر یک چیزی ترکیبی باشه برای وجود خودش به اجزای خودش متکیه، بنابراین نیازمنده. خب پس اون نقطه آغازین از اجزای مختلف تشکیل نشده، ساده است، نیازمند نیست، تغییر پذیر نیست، چون تمام توانایی های بالقوه‌اش به فعلیت رسیده و چیزی اون رو تولید نکرده، خودش رو تولید کرده در واقع. آره، اگه چیزی رو تولید کرده باشه که باز اون میشه نقطه اول دیگه. حالا این توضیح نمیده. آره. درسته، حالا این توضیح آره نمیده. خب چرا ما باید خب مثلا روی حالا خدا ما همه توقف بحثا کنیم؟ رو کردیم، گفتیم ما میخوایم ببینیم آیا تمام این بحثی که الان کردین این دلیلی بر اثبات وجود خدا هست یا نیست. دلیل وجود خدا نمیتونه باشه این فرضیه، چون شما نمیتونی رابطه یک خدا رو که غیر طبیعی هست با این طبیعت که خلق شده بیان بکنی، یعنی این دوتا چگونه میتونن با هم رابطه برقرار بکنن؟